سر خط خبر. اولین جلسه مجلس پس از تعطیلی طولانی به دلیل شیوع کرونا. وزیر بهداشت میگوید بعضی چیزها را علنی نمیتواند بگوید. ویروسی که به قدرتمندترین مردان جهان هم رحم نمی کند. کار بوریس جانسون به بخش مراقبت های ویژه کشید. پلیس فدرال آمریکا دست از سر فیفا بر نمی دارد. مقام های فدراسیون جهانی فوتبال بار دیگر به رشوه گرفتن از قطر و روسیه متهم شدند. و دوگانه علم و ایمان در اسرائیل، دشواری های فاصله گذاری اجتماعی در میان یهودیان ارتودکس. سلام، خوش اومدید به اولین بخش خبری زنده امروز از تلویزیون فارسی بی بی سی. من مجید افشار هستم. مجلس ایران امروز برای نخستین بار تشکیل در سال جدید تشکیل جلسه داد تا درباره شیوه مقابله این کشور با بحران شیوع ویروس کرونا بحث کند. در همین جلسه سعید نمکی وزیر بهداشت ایران گفت جزئیات مربوط به شیوع این ویروس باید در جلسه غیر علنی مجلس گفته شود. شمار قربانیان کرونا در ایران حالا به نزدیک 4000 نفر رسیده و شمار مبتلایان از 62000 نفر گذشته. آماری متفاوت با الگوی جهانی انتشار ویروس. علی همدانی گزارش می‌دهد. این تصاویر را خبرگزاری ایسنا منتشر کرده. اعضای چند پایگاه بسیج زیر نظر آستان قدس رضوی در استان خراسان با حضور در بیمارستان‌های محل درمان مبتلایان به کرونا بین آنها غذای نظری تقسیم می‌کنند و دعا می‌خوانند در عصر توصیه به فاصله گذاری اجتماعی. و اینجا متروی تهران بامداد امروز، جمعیت بدون فاصله نزدیک به هم مثل همیشه. و اینجا مجلس شورای اسلامی، امروز نمایندگان گوش تا گوش نشستند. قصد داشتند جلسه را اینترنتی برگزار کنند که نشده و دوباره دور هم جمع شدند تا از کرونا حرف بزنند. وزیر بهداشت از جمله سخنرانان، او مدیریت ایران را ستود. اینجور مدیریت بیماری برای دنیایی که خود سازمان جهانی بهداشت تماس میگیره تا تجربه ما را با ویدیو کنفرانس به دیگران منتقل کنه، این یک عزتی است. وزیر بهداشت ایران گفته جزئیات مربوط به شیوع ویروس کرونا باید در جلسه غیر علنی در مجلس مطرح شود. او گفته آنچه در گیلان رخ داده با آنچه در قم رخ داده متفاوت است. معاون درمان وزارت بهداشت امروز در تلویزیون ایران از خالی ماندن تخت‌های بیمارستان‌ها و کاهش مراجعه به بیمارستان‌ها خبر داد. آمار تازه نشان می‌دهد در شبانه روز گذشته 133 نفر جان باختند و شمار کل مبتلایان به بیش از 62000 رسیده. نسبت و شماری که برخی به دیده تردید به آن می‌نگرند. بدون علامت. وزیر بهداشت هم در گفتگو با تلویزیون ایران از طرحی به نام فاصله گذاری هوشمند پرده برداشته. 19 فروردین 1398 بزرگراه همت. در حالی که روی کاغذ هنوز محدودیت‌های اعمال شده پابرجاست و فاصله گذاری هوشمند یعنی بازگشایی به گفته دولت مشاغل کم خطر عملی نشده، این وضعیت ترافیک امروز صبح در تهران است، شهری که قرار بود خانه بماند. دارن مجاهدانه در ارتباط با بیماران. سخنگوی قوه قضاییه هم مانند دوران پیش از کرونا خبرنگاران را جمع کرد برای نخستین کنفرانس خبری بعد از نوروز. او گفته ایران به بیش از نیمی از زندانیان سیاسی مرخصی داده و این اقدام را الگویی برای جهان خوانده. این در حالی است که بسیاری از نامهای آشنا همچنان در زندانند. جنجال بر سر بدبستان‌های توییتری سخنگوی وزارت بهداشت ایران در انتقاد از لاپوشانی چین درباره شیوع کرونا و پاسخ تند سفیر این کشور در ایران که منجر به پس گرفتن انتقادش از چین شد، حالا وارد مرحله تازه شده. دو مقام وزارت بهداشت ایران با حمایت از گفته‌های سخنگوی این وزارتخانه گفتند که اطلاعات چینی‌ها با واقعیت‌ها همخوانی نداشته. جر و بحث‌های داخلی سیاسی سر کرونا کم بود، حالا پای کشور به گفته ایران دوست و برادر هم به ماجرا باز شده. علی همدانی، بی بی سی. فرن تقی‌زاده همکارم روی خط اسکایپ با ما هست. فرن، اونطور که دیدم در گزارش علی هم بود، این بگو مگویی که بین مقام‌های بهداشتی ایران در گرفته بود و در واقع سفیر چین در ایران، امروز دیدم که برخی از مقام‌های ایرانی هم تقریبا همون حرف آقای جهانپور رو باز تکرار کردن.
بله، از جمله یکی از اونهایی که دقیقا همون صحبت‌های آقای جهانپور رو بهش اشاره کرده خانم مینو مهرس هستش، در مورد درست نبودن دقیق اطلاعاتی که چین در مورد ویروس کرونا و اون اتفاقایی که در چین افتاده اشاره کرده و گفته که احتمالا دولت چین اطلاعات دقیقی رو در اختیار دنیا نذاشته و به نوعی داره تایید میکنه صحبت‌های آقای جهانپور رو. ولی پیشترش در روز گذشته آقای جهانپور خیلی مورد انتقاد قرار گرفته بود و حتی توییتی کرد بعد از این بگومنگوهایی که با سفیر چین داشت و به نظر میرسید که اون توییت آخرش اینطور باشه که یه جوری توجیه شده از طرف دولت و حکومت ایران و بسیاری از کاربران اینطور برداشت کردن که آقای جهانپور از اون موضع انتقادی خودش به دولت چین پایین اومده با این توییتی که کرده. واکنش های کاربران چی بوده؟ دو مدل واکنش داشتیم. اونهایی که روز اول با دیدن این بگومگوهای مقامات ایرانی و چینی طرفدار چین شدن، کاربران ایرانی که طرفدار چین شدن و اونها بیشتر به نظر میرسه که کاربرانی هستن که اصولگرا هستن، طرفدار حکومت ایران و به نوعی از سیاست خارجی ایران در قبال چین هم طرفداری میکنن. اونها یادآوری کردن که در مدت تحریم ها چین کشوری بوده که به ایران بسیار کمک کرده و متقابلا در دوران کرونا هم ازش تشکر کردن. کار تبلیغاتی هم ما دیدیم که از وقتی که ویروس کرونا در ایران شیوع پیدا کرد از طرف چینی ها انجام شد، همینطور از طرف ایرانی هایی که به زبان چینی مسلط بودن، ویدیوهای ما دوست چین هستی منتشر شده بود. از طرف دیگه اونهایی هستن که منتقد این گروه از کاربرانن، اونها این کاربرانو مدافعان پکن نامیدند و گفتن که شما همون کاربرانی هستین که پیشتر اسمتون مدافع حرم بود، هشتگ‌های مدافع حرم براتون استفاده میکردیم، الان اسمتون رو ما به مدافعان پکن تغییر دادیم. بسیاری از اونهایی که به نوعی از آقای جهانپور حمایت کردن در توییتر اومدن به لحن این کاربران هم خورده گرفتن و گفتن که نباید با مقامات کشور خودتون اینطور صحبت کنین و لحنتون مناسب نیستش. از طرف دیگه هم بسیاری از کاربران توییت هایی کردن که رنگ و بوی نجات پرستانه میده در قبال چین، این هم دیده شده و انتقاد برخی دیگه از کاربران رو برانگیخته. باید بگم که سفیر چین هم در این وسط کارهایی کرده روی توییتر که صدای برخی رو به نوعی در آورده و گفتن که چرا داره اینطور برخورد میکنه و یه جوری مقایسه کردن رفتار سفیر چین در ایران رو با رفتار سفیر ایران در بریتانیا، به خاطر اینکه این دو سفیر به نوعی و از نگاه کاربران طاقت نقد رو ندارن و بلاک میکنن کاربرانی که به اونها نقد میکنه در توییتر. از جمله اونهایی که این اتفاق براش افتاده در روزهای گذشته هیچ کس هست رپر ایرانی که عکس وینی دپو، اون خرس کوچولو که به هر قهرمان یا کاراکتر داستان‌های کودکان هست و زیر توییت سفیر چین در ایران منتشر کرده و آقای سفیر رو بلاک کرده. از طرف دیگه این اتفاق برای خانم مهناز افشار هم افتاده که این عکس بلاک شدنش رو توسط سفیر چین منتشر کرده روی توییتر خودش. اما اینکه چرا مقامات چینی حساس هستن به وینی دپو برمیگرده به 2-3 سال گذشته، به خاطر اینکه وبلاگ نویسان چینی این شخصیت کارتونی رو شبیه دونستن به رئیس جمهور چین و به نوعی چون رئیس جمهور چین هم در کل فضای اجتماعی جوری هستش که نباید اصلا بهش هیچ نوع طنزی وارد بشه و او یک شخصیت جداگانه رو داره بدون عیب، این رو سانسور میکنن از طرف دولت چین. اگر بیننده ها دوست دارن که بدونن که واقعا چه گذشته، میتونن به وبسایت ما سر بزنن، یه مطلبی در این مورد وجود داره، سرچ کنن، ما روی شبکه‌های اجتماعی هم این رو به اشتراک گذاشتیم، میتونن برن بخونن. ممنونم ازت فرین تغییر دادم کارم. شیوع ویروس کرونا دامن بالاترین مقام‌های بریتانیا رو گرفته. نخست وزیر این کشور که از یک شنبه در بیمارستان بستری شده بود، از دیشب به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل شد. مایکل گوب معاون اجرایی او هم در قرنطینه شخصی است. با وجود این مقام‌های دولت می‌گویند کارها به روال معمول ادامه دارد و اگر در موردی به نخست وزیر نیاز باشد، دامینیک راب وزیر خارجه به نیابت از او تصمیم‌گیری می‌کند. آنایتا شمس گزارش می‌دهد. اولین روز سرکار رفتن وزیران، در حالی که نخست وزیر بریتانیا از دیشب به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان منتقل شده.
بوریس جانسون 55 ساله پس از اعلام مثبت شدن تست کرونا از 10 روز پیش خود را در آپارتمان خودش بالای همین دفتر نخست وزیری قرنطینه کرده بود و چرخ امور مملکت را از همانجا میچرخاند. ولی پس از منتقل شدن به بخش مراقبت‌های ویژه از دامینیک راب وزیر خارجه خواست تا در صورت لزوم به جای او تصمیم بگیرد. دامینیک راب امروز موقع رفتن به دفتر نخست وزیری به خبرنگاران گفت بوریس جانسون تحت بهترین مراقبت هاست. معاون اجرایی نخست وزیر هم به دلیل اینکه یکی از نزدیکانش مشکوک به ویروس کرونا بوده از امروز خود را قرنطینه کرده. ولی میگوید حال آقای جانسون خوب است. نخست وزیر دیشب به بخش مراقبت‌های ویژه رفت و در حال حاضر هم اونجاست و تحت بهتری مراقبت‌ها قرار داره. ما همه برای بهبود حالش دعا میکنیم. بوریس جانسون پیشتر به دلیل دست دست کردن در مبارزه با ویروس کرونا مورد انتقاد قرار گرفته. او تا همین چند هفته پیش فاصله گذاری اجتماعی را خیلی جدی نمی گرفت. کرونا تا کنون جان بیش از 5000 نفر را در بریتانیا گرفته. رقبای سیاسی آقای جانسون و همینطور رهبران کشورهای مختلف با فرستادن پیام برای او آرزوی سلامتی کردند. من خیلی از این خبر ناراحت شدم و برای آقای بوریس جانسون بهترین آرزوها رو دارم. آمریکا برای بهبود او دعا میکنه. این هم آرزوی سلامتی برای بوریس جانسون از طرف مجسمه وینستون چرچیل روبروی مجلس بریتانیا. در حالی که نخست وزیر بریتانیا به بخش مراقبت‌های ویژه رفته، در سر دیگر دنیا چین اعلام کرد برای اولین بار پس از 3 ماه امروز هیچ مرگی بر اثر ویروس کرونا نداشته است. ژاپن اما امروز در توکیو و 6 شهر دیگر وضعیت اضطراری اعلام کرد. این حالت اضطراری برای 1 ماه خواهد بود. مهمترین بخش تغییر در رفتار اجتماعی مردم است. این در حالی است که نخست وزیر دانمارک از باز شدن مدارس در این کشور خبر داده که با انتقادهای زیادی روبرو شده است. ویروس کرونا از شرق و غرب عالم نه به فقیر رحم می‌کند و نه به غنی. آنایتا شمس، BBC. همطور در گزارش آنایتا هم شنیدید، بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا از دیشب در بخش مراقبت‌های ویژه قرار گرفته و همین بحث زیادی رو در بریتانیا ایجاد کرده و اثر اینکه حالا چه کسی قرار هست دولت رو و اقداماتش رو برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا به پیش ببره. پایگاه بنی هاشمی، حقوقدان و تحلیلگر مسائل سیاسی بریتانیا از لندن به ما پیوسته که در همین مورد با او صحبت بکنیم. خانم بنی هاشمی، واکنش مردم چه بوده تا اینجا و شما شاهد چه واکنش‌هایی بودید؟ آیا طبیعیه اون رو به چشم یک مسئله طبیعی میبینن یا اینکه نگرانی وجود داره؟ درود به شما و همه بینندگانتون. قطعا موضوع خیلی نگران کننده است، به خاطر اینکه مسئله فقط این نیست که الان بالاترین مقام اجرایی کشور با یه مریضی خیلی سختی در حال دست و پنجه نرم کردنه، بلکه کل کشور در یه بحرانی به سر میبره، بحرانی که مشخص نیست که تا کی ادامه داره و زوایای اون به کجا ممکنه ختم بشه. به همین منظورم مثلا دیشب وقتی که این خبر اعلام شد، شما اگر بیننده برنامه تلویزیونی بودین، به کانال BBC انگلیسی یه مصاحبه‌ای با وزیر امور خارجه که الان در واقع مسئول و عهده‌دار مسئولیت‌های آقای نخست وزیر شده صحبت می‌کرد، اصلا چهره ایشون هم خیلی چهره نگرانی بود و به نظر می‌رسه که این یه بحران غیر قابل پیش بینی بوده، یه بحرانی در بحران پیش اومده در حال حاضر برای کشور بریتانیا. و در شرایطی که بوریس جانسون نتونه آنچه رو که وظیفه‌اش هست و اون هم رهبری کشور هست رو به انجام برسونه، این وزیر خارجه خواهد بود که باید کارها رو پیش ببره. سوال بسیار جالبی پرسیدید. این فکر کنم برای خیلی هم سوال باشه. ببینید، این بریتانیا قانون مدون قانون اساسی نداره مثل بسیاری از کشورها و در همین مقدار قوانین به اصطلاح قوانینی هم که وجود داره، شخص نخست وزیر رئیس دولت نیست، یعنی هد آف دی استیت نیست. در حقیقت این رو از طرف ملکه بهش تفویض اختیار میشه که کشور رو مدیریت کنه. بنابراین ما در قوانین بریتانیا
چیزی به این صورت نداریم که پست نخست وزیری موقت نداریم، یا اینکه اگر به هر دلیلی آقای جانسون نتونن کشور را از این به بعد مدیریت بکنن، به این صورت نیستش که دومینیک راب وزیر امور خارجهشون بتونه مادام العمر یا تا حالا تا یه مدتی نخست وزیر این کشور باقی بمونه. مردم اینو احتمالا به یاد دارن که انتخابات در بریتانیا به صورت انتخابات شخصی نیست، یعنی مردم به شخص خاصی رأی نمیدن که بشه نخست وزیر، به حزب رأی میدن. اگر که بر طبق قانون حزب محافظه‌کار الان باید مجددا، اگر آقای جانسون قادر نباشن که به این پست برگردن، به اصطلاح نخست وزیری برگردن، میبایست که حزب محافظه‌کار مجددا یه انتخابات درون حزبی رو برگزار بکنه. رهبر حزب جدید میشه نخست وزیر که بعد باید با تفویض اختیار از طرف ملکه اون وقت به صورت قانونی میشه نخست وزیر کشور. و بنابراین در حال حاضر ما یک خلأ قانونی داریم، ولی این خلأ قانونی رو به خاطر بحرانی که بریتانیا درش به سر میبرن نادیده گرفتن و الان برای امور روزانه مدیریت کشور همین رو سپردن به آقای دومینیک راب تا مشخص بشه که وضعیت نخست وزیر در روزهای آینده به چه صورتی خواهد بود. منتها چالشی که اینجا وجود داره این هستش که کابینه آقای بوریس جانسون خیلی کابینه جوانی هست، یعنی اینکه یه مقداری احتمالاً در این شرایط بحرانی مدیریت کشور برای این کابینه جوان کار آسانی نخواهد بود. ممنونم از شما پگاه بنیاشمی، حقوقدان و تحلیلگر مسائل بریتانیا هستند. اپلیکیشن پیام رسان واتساپ امکان فرستادن همزمان پیام به دیگران را به یک دریافت کننده محدود می‌کند. این اقدام برای مقابله با گسترش اخبار جعلی درباره کرونا انجام می‌شود. پیش از این نیز این پیام رسان امکان ارسال همزمان پیام را به 5 نفر محدود کرده بود. با گسترش جهانی ویروس کرونا، شرکت‌های بزرگ فناوری در ماه‌های اخیر به اتهام ایجاد بستری برای انتشار اخبار جعلی زیر فشار قرار گرفتند. رئیس جمهوری فرانسه در تماس تلفنی با حسن روحانی از ایران خواست که به تعهدات هسته‌ای خود بازگردد و اقدام تازه‌ای در مغایرت با برجام انجام ندهد. رئیس جمهوری ایران نیز در این گفتگوی تلفنی با تاکید بر همکاری جهانی برای مقابله با شیوع کرونا گفت گام‌های اولیه برقراری سازوکار ویژه مالی موسوم به اینستکس مثبت ولی ناکافی است. حسن روحانی گفته اینستکس نباید منحصر به کالاهای پزشکی و مواد غذایی باشد. مانوئل مکرون نیز از ایران خواست که فریبا خواهد زندانی دو تابعیتی را فوراً آزاد کند. گروه طالبان از عملکرد دولت افغانستان در رهایی زندانیان این گروه انتقاد کرده. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در توییتی گفته آزادی زندانیان به بهانه‌های مختلف به تعویق افتاده. آقای شاهین گفته تیم فنی طالبان دیگر در نشست‌های بی‌نتیجه شرکت نمی‌کند. دولت افغانستان گفته موضعش درباره رهایی زندانیان طالبان تغییر نکرده. روینه رهنوش همکارم از کابل با ما هست. روی این شرایط از چه قراره، چقدر احتمال داره که گروه طالبان کلن مذاکرات رو بدون نتیجه ترک بکنه؟ مجید، سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به بی بی سی گفت که هنوز تیم تکنیکی این گروه که به خاطر رهایی زندانیانش به کابل آمده در کابل حضور داره، اما اگر این پروسه پیش نره امکان داره که کابل را دوباره ترک کنن و فرا بخوانن این تیم را به بیرون از افغانستان که شاید قطر باشه. آقای شاهین در توییتش هم نوشته که تا حالا باید مطابق توافقی که با آمریکا شده روند رهایی زندانیان آغاز میشد. تیم تکنیکی طالبان که 3 نفر هست یک هفته پیش در 12 حمله فروردین وارد کابل شد و تا به حال نشست و گفتگوهایی را هم با تیم دولت داشته. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان هم به ما گفت که اگر عملاً اقدامات تکنیکی انجام نشه این گروه پروسه را ترک میکنه. اما یک منبع، ما با یک منبع در شورای امنیت ملی صحبت کردم، او گفت که امروز هم نشست بین تیم‌های طالبان و دولت انجام میشه، اما مشخصا چیزی نگفت که در این نشست در مورد چه چیزی صحبت خواهد شد. امروز وحید عمر مشاور محمد اشرف غنی رئیس جمهوری هم گفت که موقف دولت در مورد رهایی زندانیان طالبان تغییر نکرده و بخشی از مذاکرات هست و همینطور با اهمیت برای پروسه صلح. اما او گفت که گروه طالبان هم باید نیتی از خودشان نشان بده و یک گام رو به جلو بردارد
در غیر او صورت دولت هیچ کار نخواهد کرد. محمد اشرف خانی رئیس جمهور قبلا فرمان رهایی زندانیان طالبان را صادر کرده، حالا به نظر میرسه که اختلاف در چهره ها و انتخاب افراد است که طالبان میخواهند که آزاد شوند. روز گذشته عبدالمتین بیگ رئیس اداره مستقل ارگان های محلی افغانستان هم گفت که طالبان 15 نفر از افرادشان را میخواهند آزاد شوند که اونها به گفته او مشکلات بسیار جدی دارند و در حملات هم دست داشتند. روند رهایی زندانیان طالبان در حال به مشکل برخورده که مذاکرات سیاسی محمد اشرف غنی و همینطور عبدالله عبدالله هم به خاطر سهمشان در قدرت در حال حاضر به بن‌بست خورده. ممنونم روی این روین رحمش هم کارم از کابل. پلیس فدرال آمریکا اسناد تازه‌ای برای تعقیب قضایی مقام‌های سابق کمیته اجرایی فیفا منتشر کرده و آنها را متهم کرده که برای دادن میزبانی جام جهانی 2018 و 2020 به روسیه و قطر رشوه گرفتند. تحقیقات طولانی مدت FBI جزئیات دقیق خلافای احتمالی چندین مقام عالی رتبه پیشین فیفا را برملا کرده. روسیه و قطر هر گونه قانون شکنی را تکذیب کردند و در تحقیقات مستقلی که فیفا در سال 2017 انجام داده تبرئه شدند. پوریا جعفره همکارم با ما هست. پوریا، جریان از موضوع از چه قراره؟ این در واقع پرونده ایه که چندین و چند سال همه ماها تو اخبار شنیدیم در مورد رشوه هایی که برای اعطای دو تا جام جهانی 2018 و 2022 به افراد کمیته اجرایی فیفا که اون موقع کمیته 22 نفره بود که تصمیم میگرفت که جام بعد از بررسی کردن پیشنهادهای میزبانی جام جهانی تصمیم میگرفت که جام جهانی رو به کی بده. در واقع 90% اون اسامی که اومدن توی این پرونده خیلی الان کیفرخواست بلند بالایی هست، نزدیک 70 صفحه است. تاریخش هم البته مال حدود 20 خورده روز پیشه که تازه منتشر، تازه رسیده به دست رسانه ها. ولی که نگاه که میکنین اسامی همون اسامی هستن اکثرشون، فقط خیلی با جزئیات اومده، یعنی دونه دونه پولایی که به حسابهای بانکی ریخته شده، اتفاقای مختلفی که افتاده، رشوه هایی که داده شده رو با جزئیات به صورت سیاه و سفید بیان میکنه. یعنی اون چیزایی که معمولا تو کیفرخواستا شما میبینید که خط کشیده شده روشون خط سیاه کشیده شده، اونا دیگه همه برملا شدن. مشخصه که چه افرادی پول گرفتن و احتمالا اون افرادی که به خصوص اونهایی که سعی میکردن که استرداد نشن، ملیت آمریکایی ندارن، استرداد نشن، از جمله ریکاردو تشیرا، جک وارنر مال ترینیداد و توباگو، لوئیس که مال پاراگوئه بود که اون که مرده سال پیش، حالا اونایی که زنده هستن که سعی کردن استعداد داشتن، حالا دیگه خیلی کارشون سخت میشه. و اگه خیلی کوتاه بگی باید منتظر چه واکنشی به نظر از طرف فیفا باشیم؟ فیفا خب هر دوتا جام جهانی مطرح، جام جهانی 2018 روسیه که انجام شده، میمونه جام جهانی قطر و خب فیفا احتمالاً باید بیاد یه عکس العملی الان نشون بده. ولی اینکه فکر بکنیم که مسابقات 2022 در قطر برگزار نشه یه مقدار هم عجیبه، به خاطر اینکه تمامی جام جهانی ها از سال 94 که بیایم به این طرف، تمامی جام جهانی ها یک سوال بزرگی هست، به جز جام جهانی 2014 که فقط یک پیشنهاد میزبانی داشت که اونم برزیل بود. یعنی کل پروسه زیر سواله و خود فیفا ممکنه که به عنوان یک سازمان طبق قانون داخلی سوئیس بره زیر سوال. و با توجه به شرایط کرونا که داریم، لیگ هایی که الان من داشتم میخوندم که لیگ اسپانیا قراره که احتمالاً تو خرداد ماه دوباره از سر گرفته بشه، تقویم فشرده فوتبال بین المللی، خیلی بعید به نظر میرسه که تغییر بخواد ایجاد بشه در جام جهانی 2022. ممنون از پوریا ژافره. آمار ابتلا به ویروس کرونا در میان یهودیان ارتدوکس اسرائیل دو برابر شهروندان دیگر این کشور است. یهودیان ارتدوکس همچنین در برابر تدابیر دولت مانند فاصله گذاری اجتماعی مقاومت نشان میدهند. از اونجایی که آنها معمولاً به رهبران مذهبیشون بیشتر اعتماد دارند تا به سیاستمداران، آنطور که در گزارش تام بیتمن میبینیم، دولت اسرائیل برای همراه کردن آنها راه دشواری پیش رو دارد. به آنها لقب خدا ترس دادند. در این محله های پرتراکم زندگی پیرو کتاب مقدس است و ایمان به همان اندازه دانش حافظ انسان هاست. اما حالا خطر به دیدار مؤمن ترین مردم اسرائیل آمده. ویروس جهان در هم تنیده ما فقیران ساکن خانه های کوچک را هدف گرفته و پلیس را رو در روی پارسایان قرار داده.
The ultra-orthodox community make up around 12% of Israel's population. یهودیان فوق ارتدوکس 12% جمعیت اسرائیل رو تشکیل میدن. اما موارد ویروس کرونا در بینشون خیلی بیشتره. چند بیمارستان بزرگ به ما گفتن که در بین مبتلایانی که درمان میکنن 30-50% از قشر خیلی مذهبی هستند. Come from the ultra-religious communities. آویگال برای روز دیگری آماده می شود. او یک سرباز از لشکری از داوطلبان امدادگر است. بنیانگذار آنها پدر او خودش به شدت به ویروس کرونا مبتلا شده. چطور می شود به شهروندانی کمک کرد که بسیاری از آنها تلفن هوشمند یا حتی تلویزیون ندارند؟ بعضی وقتا سخته چون اول میخوان با خاخامشون صحبت کنن و ما باید منتظر جواب اون بشیم تا ببینیم گام بعدی چیه. ولی جامعه ارتدوکس میخواد که بیشتر بدونه و در مبارزه با این بیماری کمک کنه. هلیکوپتر پلیس بر فراز این جمعیت، در حالی که ماموران روی زمین تلاش میکنند آنها را متفرق کنند. بعضی از یهودیان سکولار اسرائیل ارتدوکس ها را متهم می کنند که نقش خودشان را در مبارزه با بیماری ایفا نمی کنند و به فاصله گذاری اجتماعی بی توجه هند. اینجا در تشییع جنازه یک خاخام صدها نفر جمع شده اند. و اینجا در این محله از بیت المقدس یا اورشلیم شورش شده. بعضی ها با فریاد پلیس را نازی خطاب می کنند. تنش اینجا تازگی ندارد. این جامعه ارتدوکس خیلی متعصبه. هر چیزی که دولت بهشون بگه، حتی برای حفظ جون خودشون، اونا خلافش رو عمل میکنن، فقط برای اینکه دولت گفته. اما بسیاری از آنها رأی میدهند. احزاب مذهبی بخشی از دولت هستند و حالا رهبر اسرائیل میگوید تغییر مثبتی روی داده و فاصله گذاری اجتماعی دارد انجام میشود. برای ما خیلی سخته چون معمولا تو این شهر همه با هم هستیم، ولی تلاشمون رو میکنیم اگرچه از جاهای دیگه سخت‌تر. یک شهر ارتدوکس کاملا قرنطینه شده و نظامی ها به بیماران کمک میکنن و سالمندان را بیرون میبرن. حالا ماسک و فاصله گذاری اجتماعی در کنار ایمان دارند از مردم محافظت میکنن. تام بیگمن، بی بی سی نیوز، یروشلم. در پایان این بخش خبری میخواییم تصاویر جالبی ببینیم از ژاپن، جایی که در یک مراسم فارغ التحصیلی در دانشگاه بی بی تی در توکیو، همونطور که میبینید از ربات ها استفاده کردند به جای دانش آموختگان. ربات ها هستن که مدرک پایانی رو از دستان رئیس دانشگاه یعنی کنیچی اوماه دریافت میکنن. ربات هایی که هر کدوم به جای سر صفحه نمایشی دارن که دانش آموختگان رو نشون میده که از خونه احتمالاً در پیژامه‌هاشون توی این مراسم شرکت کردن. این تدابیر به واسطه مبارزه با گسترش کرونا هست، اما از کجا معلوم که در آینده نزدیک چه این مراسمی در شرایط معمول هم متداول نشه. ممنون از همراهیتون در این بخش خبری. تا در دیگه با خلاصه خبر باشم.